رفراندوم آریانا به جمهوری اسلامی 40 ساله شد. پس از 4 دهه آیا نیاز به همه پرسی تازه‌ای هست؟ سلام، خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. شعار جمهوری اسلامی از دل انقلاب در ایران برخاست و خواسته ای بود که نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی رو تضمین می‌کرد. گرچه پیشتر از انواع جمهوری از جمله جمهوری دموکراتیک صحبت شده بود، اما در فروردین سال 58 در رفراندومی که حالا 40 ساله شده، روی برگه رای تنها دو گزینه بود: آری یا نه به جمهوری اسلامی. و این در حالی بود که کمتر کسی می‌دانست محتوای این نظام حکومتی چیست. با این حال جمهوری اسلامی در این همه پرسی بیش از 98% رأی آورد. 4 دهه بعد و در حالی که نارضایتی عمومی از عملکرد حکومت ایران بالا گرفته و بسیاری حتی در درون نظام معترفند که این نظام حکومتی تجربه ناموفقی بوده، آیا میتوان همچنان برای پیدا کردن راهی برای برون رفت از این شرایط با آرای عمومی مراجعه کرد؟ آیا اصلا شرایط برای چنین همه پرسی در قالب جمهوری اسلامی فراهم است؟ در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با ملیحه محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی از برلین، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از همین شهر. و اینجا در استودیو هم دو مهمان داریم: پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی. خوش آمد میگم به همه دوستان. خانم محمدی، با شما شروع بکنم. در ابتدای بحث میخواییم یک نظری از کل دوستان بپرسم که نظرتون، اگه برگردیم یک فلشبکی بزنیم به اتفاقی که 40 سال پیش افتاد در اون رفراندوم، فکر میکنید که اون رفراندوم آیا لازم بود و آیا اصلا درست بود؟ ببینید، لازمی و درستیش از نگاه ما به عنوان منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی مشخصه که نه لازم بود و نه مفید بود، بلکه به زیان دموکراسی بود. اما ما شاهد هستیم که استفاده از ابزار دموکراتیک برای منحرف کردن اصل دموکراسی نمونه وار هست و اتفاق میفته. این اولین ترفندی بود که در ایران بعد از انقلاب بهمن برای منحرف کردن دموکراسی واقعی و تضییع حقوق به ویژه دیگر اندیشان آگاهانه برداشته شد. آقای خمینی با زیرکی خاص خودشون جامعه رو دیدن در اوج هیجانات انقلابی و کاریزمای بدون رقابت خودشون و شاهد بودن که این انقلاب صاحبان دیگری هم داره، اگرچه در اقلیت ولی هستن و ممکنه اینا فرصت بکنن و نگاه‌های دیگه، آرمان‌های دیگر رو که در دیدگاهشون بوده قبل از این فعالیت انقلابی عنوان کنن. بنابراین خیلی آگاهانه در شرایطی که میدونستن هیچ کسی نمیخواد اتهام هواداری از جنبش از سلطنت رو بپذیره، با طرح سوالی با مضمونی که شما گفتین و ترویج و تبلیغ دائم حامیان ایشون که هر کس نبگه در واقع به نظام سلطنتی رای داده، این هیله رو علیه دموکراسی پیاده کردن و 40 سال طول کشید. اگر شما میخواین به شرط امروز برگردین، سوال یعنی پرسش من باید به امروز برگرده، من ادامه بدم؟ اگر نه اجازه بدین نظر آقای ملکی رو هم بپرسیم، بعد برمیگردیم به شما. ببینید، در صورت وقتی که یک حکومتی در آستانه سقوط هستش یا در صورت چالشی بین حکومت مستقر و انقلابیون یا اونهایی که در صورت خواهان تغییر اون حکومت هستن، قاعدتا بحث رفراندوم یک بحث مرتبطی هست. یعنی میدونیم که تقریبا هر کشوری که تجربه تغییرات اساسی، تغییرات ساختاری مثل تغییر قانونی، تغییر شکل نظام رو داشته، در اصل درش رفراندوم برگزار میشود. اما اون چیزی که در ایران در فروردین 58 برگزار شد، در اصل شکلی از به نوعی فریبی بود برای اون چیزی که در این حال باید در هر تغییر حکومتی انجام بشه. یعنی آن چیزی که میشد فرضاً به سوال گذاشته بشه، میتوانست این باشه که شما آیا نظام سلطنتی رو میخواهید یا نمیخواهید. یعنی آن چیزی که تجربه شده بود، آن چیزی که قانون اساسی مشخصی داشت، آن چیزی که در ساعت یک سیر تاریخی مشخصی برای مردم داشت، میتونستن درباره اون نظر بدن با توجه به بحثایی که در ساعت اون موقع
بودش، هنوز حکومت ترس این رو داشتش که شاید فرزن شاه بتونه برگرده، دولت موقتی بود اما از اون ور دولت بختیار هم خودش قانونی میدونست، درست میتونست یک رفراندومی باشه که فصل الخطاب این باشه که آیا مردم واقعا خواهان تغییر حکومت هستن اکثریتشون یا نه. اما اون چیزی که در اصل در ایران برگزار شد، یک جمهوری اسلامی که هیچ کسی چیزی از اون نمیدونست و در حتی برگه رأیش نوشته شده بود که در آینده مشخص خواهد شد، یک به اصطلاح حالت واقعا عجیبی بود. خب از این نظر اون رفراندوم جمهوری اسلام اگر روی برگه رأی نوشته شده بود اونطور که شما گفتین، اینکه نظام پادشاهی رو میخواهید یا نه، آیا نتیجه فرقی میکرد؟ نه نکنید، این بحث متفاوتی هست در مورد اینکه شما به آن چیزی که میدانی چیست و مشخص است یا چیزی که مشخص نیست. اما بعد از اون، خب بله، بعد از اون قاعدتا باید قانون اساسی نوشته میشد یا اشکال مختلف حکومت در نظر گرفته میشد، جمهوری های مثلا شکل های مختلف، یا حتی اگر کسانی موافق بودن با هنوز نوعی از پادشاهی مشروطه، اون فرق میکنه، یعنی اون بحث دیگری است. ولی در شکل به اصطلاح برگزاری رفراندوم و با توجه به چیزی که آقای خمینی هم گفته بود، اسمش رو گذاشته بود جمهوری اسلامی، نه بیشتر و نه کمتر، به نظر میسه کاملا در صد دستکاری شده یا به نوعی جهت دار بودش. یک نکته رو هم بگم که اگر به جای جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک اسلامی هم گفته میشد، باز هم فرقی نمیکرد، در این که باز هم محتواش معلوم نبود. همونطوری که ما میدونیم که امروز در دنیا چیزی داریم به اسم جمهوری دموکراتیک کره شمالی، اما هیچ ربطی به اصطلاح مفهوم دموکراسی نداره این کشور. ممنونم خانم بنیاشی، بهش از شما همین سوال رو میکنم. من فکر میکنم که وقتی در مورد این قضیه میخوایم صحبت بکنیم، باید حال و هوای اون زمان رو هم به خصوص در نظر بگیریم. من فکر میکنم اگر که ما برگردیم به اون حال و هوا و به اون هیاهویی که در اون زمان به خصوص وجود داشته، در حقیقت چاره ای جز این نمی بوده. بنابراین به طور کلی من فکر میکنم که اجتناب ناپذیر بوده که این اتفاق بیفته و افتاده. حالا در کم و کیف این که باید چه چیزی روی برگه رأی نوشته می شده یا اینکه چقدر باید این موضوع مبهم بوده یا معلوم بوده، اینا صحبت هاییه که ما الان داریم در آرامش بعد از گذشتن سالها داریم در موردش صحبت می کنیم. ولی باید احتمالا کسانی که اون زمان حضور داشتن به خاطر بیارن که در اون زمان یک طیف خاصی تصمیم گیرنده نبوده و به این صورت الانی که مثلا احزاب مشخص باشن، گروه ها مشخص تر باشن، آدم ها جهتگیری های مشخص تری داشته باشن، همچین چیزی وجود نداشته. بنابراین در اولین قدم چیزی که در واقع هماهنگی با گروه های مذهبی و غیر مذهبی و بقیه احزاب مخالف وجود داشته، اینی که میخواستن یک صورت قانونی به حکومتی که میخواد برقرار بشه بدن و از این جهت دنبال این بودن که یک سوالی رو بپرسن که آیا اصلا با ما هستین، مایل هستین که به سمت این بریم که حکومت متفاوتی رو مطرح بکنیم و تجربه بکنیم. توی اون قضیه ببینید هدفشون درست بوده، هدف این بوده که فقط این نبوده که مثلا آقای خمینی یا گروه اطرافشون به اصطلاح بخوان مردم رو به این سمت سوق بدن که بیاین پای صندوق‌های رأی و به این رأی آری یا نه بگید، آری گفتن و نگفتن به معنی خواستن یا نخواستن ما هستش. به نظر من در اون میان خیلی از روشنفکرها و خیلی آدمای تحصیل کرده هم حضور داشتن در کنار ایشون و این رو یک طریق دموکراسی میدیدن در اون زمان. حالا به اینکه بعدن نتیجه به چه صورت دیگه تغییر پیدا کرد یا اینکه الان ما میتونیم در مورد صحبت بکنیم که اون چیزی که مردم میپنداشتن اون اتفاق نیفتاد، اون بحث جداگانه است. بله، بحث منم کمابیش همسو است با خانم بنی هاشمی و من میپذیرم که این آقای خمینی در اصل با توجه به مشاورینی که داشت در پاریس و افکار عمومی جهانی رو واقف بود، تأثیرش بر هم افکار عمومی در سطح دنیا و هم در داخل کشور یه مهر تاییدی بود به حرکت عمومی که شده بود در ایران و در اصل این عقد و ازدواجی که بین جامعه و فهم انقلاب در اصل پولیتیکال بچه سیاسی که آقای خمینی میخواست عرضه بکنه، یعنی رابطه عرضه و تقاضا بود در بازار مکاری که در انقلاب ایران بود و جناح‌های مختلف چپ و راست و با گرایش‌های مختلف داشتن رقابت میکردن برای اینکه افکار عمومی درون جامعه ایران رو به سوی خود این جلب کنه، آقای خمینی برنده این مسابقه شده بود و در اصل داشت میخواست این عقد و ازدواجی که بین جامعه ایران و فهم خاص آقای خمینی
از انقلاب و از تحولات جامعه و از رویکرد آینده ایران شکل گرفته بود این رو رسمیش بکنه و در اصل این عقد ازدواج رو ثبت بکنه در اصل. حالا برمیگردیم به این بحث که اصلا به لحاظ حقوقی شاید سوالی باشه که شما بتونیم به ما بهتر جواب بدیم، به لحاظ حقوقی امکان برگزاری رفراندوم در قالب جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت یا نه؟ اما پیش از اون از شما میخواستم بپرسم به نظر شما اصلا گذاشتن نوع نظام حکومتی به رأی عمومی اگر در شرایطی به لحاظ نظری فکر کنیم که در آینده چنین چیزی ممکن باشه درست است یا نه؟ در شرایط ویژه ایران که به نظر من جامعه ایران جامعه بینابینی و تأخیری هست، یعنی بین ایرانیت و اسلامیت و مدرنیته در تذبذب هست و از طرف دیگه هم با تأخیر وارد مدرنیته شده و میخواد نهادهای مدرن رو اقتباس اخص و اقتباس کنه و بحران فکری فلسفی که ما در ظرف 200 سال اخیر در جامعه ایران داریم، هر نوع رویکردی که سوالهای همیاهیش رو بخواد در معرض آراء مردم قرار بده به نظر من جواب مشکل ایران نیست، چون ما سوالهای بنیادی داریم، سوالهای فلسفی و فکری پیچیده داریم در مورد رابطه با غرب، در مورد مسئله جایگاه زن، در مورد مسئله بانکداری و پیچیدگی‌های دیگه که از طریق رفراندوم قابل حل نیست. رفراندوم یک جو سیاسی آنی مقطعی کوتاهی رو ایجاد میکنه که درش یک سری کنش و واکنش های صورت میگیره و یه سری آرای داده میشه و بعدن مردم که هزینه ها و کل اون پروژه و آثار و تبعاتش رو میبینن غالبا پشیمون میشن و برمیگرده. بنابراین جامعه باید در یه جو آرام و با یه طمأنینه و تفکر و تأملی بتونه اون سوال های بنیادین خودش رو جواب بده. چطور جواب بده در حالی که اگر از طریق رأی صندوق رأی جواب نده از چه طریق دیگه جواب؟ ما نهادهای بنیادینی که در جامعه ایران داریم مثل نوروز، عاشورا، تاسوعا، خود زبان فارسی، اینها محصول رفراندوم نیستن، محصول تحولات تدریجی و خودجوش درون جامعه هستن و جامعه هست. مثلا خود سنت تعارف در میان ایرانیان، اینها محصول این نیست که ایرانی‌ها به رفراندوم نوشتن تعارف کردن با هم دیگر. بحث اساسی اینه که اگر شما کسایی که مثلا مسئله ولایت فقیه یا حجاب یا هر موضوعی رو که میخواد به رفراندوم بذارید، اینو وارد کنه و ابعاد مختلف، همچنان که برگزیت هم اینجا بوده، وارد ابعاد مختلف رابطه با اروپا یا مثلا حجاب و بی حجابی بشید، این رو لایه های مختلف جامعه درگیر میشه و به تدریج مثل مسئله سیگار در غرب صرف 20 سال طول کشید تا یه اجماعی شکل گرفت بین لایه‌های مختلف جامعه و سیگار ممنوع شد، کشیدن سیگار. همچنین چیزی هم مثلا در مورد شطرنج در ایران آقای خمینی چیز کرد و اینو آزادش کرد و بقیه فقها و کل جامعه ها همسو شدن. یا الان مثلا شما می‌بینید دست زدن مثلا در اول انقلاب و آواز خوندن رایج نبود و ممنوع بود، الان می‌بینید در تلویزیون جمهوری اسلامی رایج شده. اینو از طریق رفراندوم نمی‌بینید که به طور تدریجی جامعه با آزمایش خطا و با پرسش پاسخ‌هایی که با هم دیگه و اینکه مشروعیت این نحو رفتار زیر سوال رفته، الان کم کم جا افتاده و داره تثبیت میشه و این باعث میشه که این رفتار دیگه برگشت ناپذیر بشه. یعنی جامعه یک تحول تدریجی آرام به سمت یک الگوی رفتاری و یک چارچوب نهادی باثبات داشته باشه. آقای ملکی، آیا شما هم با همین نظر آقای گوهردانی موافق هستین که جامعه باید به تدریج چیزی رو بپذیره و به صورت ناگهانی از طریق صندوق رأی و یک رفراندوم نمیشه به اون نتیجه‌ای که باید رسید؟ نظرم دو بحث متفاوت هست. ایشون از یک منظر مسائل فرهنگی یک بحثی رو مطرح میکنن، فرضاً مثل نوروز یا مثل سنت هایی که دارن که خب اینها در تاریخ که کشور یک ملتی شکل میگیره، اما رفراندوم و انتخابات اساساً مکانیزم هایی هستن برای به اصطلاح شکل دادن حکومت و اینکه به نوعی بتونیم مردم رو، دیدگاه مردم رو دخیل بکنیم در تصمیم گیری های اساسی. یعنی دو حوزه کاملا متفاوت است. این که بعضیا میگن که در صورت بله مردم ممکنه که در اثر جو عمومی احساسات و شاید ناآگاهی در شرایط رفراندوم و حتی در شرایط انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری به یک نفری یا به یک تصمیمی قانونی رأی بدن و این بعداً پشیمون بشن، خب این بحثی است از آفات به اصطلاح کلا
مکانیزم انتخابات هست، اما این خودش باعث نشده که مکانیزم بهتری هنوز وجود بیاد. در اصل انتخابات و شکل‌های رفراندوم رو تلاش کردن در حوزه علم سیاست به نوعی تغییراتی درش بدن که اون مسئله‌ای که فرضاً ما الان در برگزیت می‌بینیم به وجود نیاد. یعنی فرضاً سعی شده که در دورانی که قرار یک سوالی به رفراندوم گذاشته بشه اطلاعات عمومی داده بشه، بحث بشه، رسانه‌ها آزاد بتونن در مورد هر گزینه‌ای مردم رو مطلع کنن تا نهایتا وقتی مردم انتخاب میکنن آگاهانه باشه. اگرچه که ما تجربیاتی مثل تجربه برگزیت هم داشتیم که میبینیم همین فضای به اصطلاح پوپولیستی در یک کشور دموکراتیک فرهنگ دموکراتیک هم دارن که رسانه‌های آزاد هم داره و به همه این مسائل هم میپردازه، ولی در نهایت تصمیم میگیره که نتایجش مشخص نیست. چه تضمینی وجود داره که همین اتفاق اگر در رفراندوم آینده مثلا اگر به لحاظ نظری امکانش باشه این اتفاق نیفته؟ ببینید، ناکنید رفراندوم های آریانه همواره این به اصطلاح آفت رو دارن، یعنی این ایراد رو دارن که در هر صورت هر چقدر هم که شما اول که هر چقدر هم جامعه آگاه باشه ممکنه شما با یک 51% به 49% مواجه باشید و این خب ظلم به 49% هستش که به خاطر 51% رأی یک بخشی تمامی اون تصمیم رو به نوعی در اختیار اون 51% میذارن. این یک بحث به اصطلاح مشخصی هستش که بهش نقد میشه وارد کرد. به همین دلیل هم هستش که در یک سری کشورهایی هستن که معمولا قائل به نوعی از نظام و یک به اصطلاح شکلی از حکومتداری توافقی یا مشارکتی هستند معمولا گزینه‌های آریانه نمیذارن. مثلا در همین رفراندوم برگزیت شما میتونستید گزینه‌های مختلفی داشته باشید که نشون بدید که اگر میخواهید خارج بشید با چه مدلی میخواهید خارج شید، اگر نمیخواهید خارج بشید با چه مدلی میتونید. یعنی میتونست به جای دو گزینه آریانه 5 تا گزینه باشه و در مورد اونها به نوعی مردم اطلاعات بیشتری داشته باشن. این یک بخش دیگر تکنیکی هستش، اما نهایتا در این رفراندوم آریانه در یک شرایط مشخصی اجتناب ناپذیره. فرضاً هر قانون اساسی که در هر کشوری تغییر میکنه یا تغییرات جزئی یا تغییرات کلی شما نهایتاً نیاز دارید که مردم به اون رأی بدن و با یک مکانیزمی که حالا میتونه به جای 51% شما فرضاً حد نصاب 60% مثلا مردم رو بذارید، یا یعنی اینکه حداقل باید مثلا 40% مردم شرکت کنن. اینها مکانیزم های به اصطلاح تکنیکی طراحی رفراندوم است. اما از این که رفراندوم و انتخابات روشی هستش که در صد با اون میشه دیدگاه مردم، دیدگاه اکثریت مردم رو آگاه شده و به نوعی در وارد تصمیم گیری سیاسی کرد اجتناب ناپذیر هستش و فعلا مکانیزم دیگری نداریم. به نظر میاد که این مسئله رو باید لحاظ بکنه. خانم محمدی، جمهوری اسلامی میگه که هر باری که انتخابات دو سال یک بار در ایران برگزار شده مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و این رأیی که به ما دادن یک رفراندومی بوده برای خودش، یعنی رأی آری دوباره بوده به جمهوری اسلامی. شما چقدر فکر میکنید در این مسئله چقدر صحت داره؟ با عرض معذرت، من فکر میکنم سوال اول شما در واقع من به ملاحظه وقت اون چرا که باید میگفتم در قبالش نگفتم و با نظر دوستان در اون زمینه اختلاف نظر دارم. فکر میکنم جای طرحش همینجا پیش شماست. رفراندوم اساسا پاسخگوی مسائل سرنوشت ساز و حیاتی نیست. در انگلستانی که قدیمی ترین دموکراسی رو داره این اتفاق افتاد. رفراندوم میتونه برای مسائل محلی، منطقه‌ای، مسائل کوچکی که مردم در یک موقعیت خاصی قرار دارن، راز جغرافیایی و سیاسی هم سرنوشت هستن و نه سرنوشت کشور رو برای نسل‌ها تعیین کنه. اون رفراندوم غلط بود. در هیچ کجای دنیا در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده که یک رفراندومی برای تغییر سیستم حکومتی بزنیم. مطلقاً در هیچ قانون اساسی نیست که شما مثلا در سوئد در قانون اساسی ماده‌ای باشه که بفرمایید که پادشاهی رو میخواید یا بیایم عوضش کنیم با جمهوری یا فلان و فلان. در مقطع انقلاب این کار بسیار غلط بود، برای که متوجه یه امر حیاتی بود. همونطور که گفتم آقای خمینی متوجه بودن که الان وقت طرح جمهوری است. من صحبت خانم بنی هاشمی رو در یه حدی قبول دارم، برای اینکه توی اون شرایط هم به سوال گذاشتن این پرسش که آیا نظام سلطنتی رو میخواید اینطوری که آقای ملکی بسیار بی‌منطق و بی‌معنی بود برای ملتی که یک سال بود در انقلاب بود که این نظام رو نمیخواد، مگر اینکه پشتش به اصطلاح منویات خاصی بود همونطور که پشت این رفراندوم بود. و طرح دیگر، هر طرح دیگری برای نوع حکومت، ببینید در دنیا حکومت‌ها وقتی با انقلاب تعیین میشن قوی‌ترین جریان میاد سر کار. بدون این نمایش و بدون این ترفندها هیچ کس، اونی که
به صدا توان بیشتری داره میاد و حکومت رو میگیره. هیچ نمونه ای نداشتیم که چه نوع حکومتی رو میخوایم بیاین الان رای بدید. البته نظر صحبت آقای ملکی این بود که طرح پرسش اشکال داشت، یعنی نوع پرسش اشکال داشت. بله، بله، اونطور پرسیدن چه این پرسش به شکل رفراندوم برای امر سرنوشت سازی مثل نوع حکومت مطلقاً جواب گون نیست. و اینکه در رفراندوم بیان چندین و چند سوال بذاریم، اصلا این دیگه اسمش رفراندوم نیست. در رفراندوم بریتانیا هم این نبوده. اما چرا در شرایط فعلی، اگر اشاره شما اینه که خب حالا چه میشه کرد در شرایط فعلی، هم بازم با اجازتون برگشت به همون دوران نگاه کنیم که مجری رفراندوم قدرت حاکمه. هیچ نیرویی وجود نه در بزن بزنهای سیاسی و اختلاف، یکی از نیروها باید بیاد مجری به اصطلاح رفراندوم برای تعیین کدوم نیرو، بقیه کدوم به اون چجوری به اون اقتدا میکنن و پذیرش میکنن حرفشو، که این امر امکان پذیر نیست. رفراندوم برای چنین مسائلی جوابگو نیست، اصلا امکانش نیست. در اونجا همیشه قدرت حاکمه، در بریتانیا قدرت حاکمه که میاد چنین رفراندومی برگزار میکنه. والا رفراندوم رو تحت چه عنوانی؟ جمهوری اسلامی رو میخواهید آره یا نه؟ 5-6 تا سوال. اگه یه جریانی گفت منو جا انداختی، چه اصلا ما نداریم چنین وضعیتی. رفراندوم برای چنین اموری نیست، پاسخگو نیست. اگر یکی از جریانات سیاسی الان میخواد بیاد به رفراندوم، اولا تحت چه عنوانی میخواد این رفراندوم برگزار کنه؟ چند تا نوع میذاره که انواع دیگه جا نیفتن؟ بعدم با کدوم قدرت اجرایی میخواد این کارو بکنه؟ میتونم بگم خدمتتون؟ بفرمایید. در پاسخشون بله، ببینید نکن این بحثی که خانم محمدی میفرمان که اساسا غریب هست، یعنی ایشون اگر در حوزه علم سیاست مقدار مطالعه کنه رو بحث رفراندوم ها، شما غریب صحبت کردین آقای ملکی. بذارید پاسخ آقای ملکی رو داشتم. اجازه بدید من به شما یه چند تا نکته میگم مطالعه بکنید. شما برید همین الان رفراندوم نیوزلند در 2 سال شما توصیه مطالعه من نکنید، مطالعات خودتون. خواهش میکنم که بذارید بحث شکل بگیره، چون اینطور وقتمون از بین میره. من خطابم به شما سایه مجری و در نیوزلند 2-3 سال پیش رفراندوم برگزار شد در مورد اینکه میخواستن پرچم کشور رو عوض بکنن، بدن که خیلی شبیه پرچم استرالیا هستش. در اونجا 5 تا گزینه بودش که مردم مثلا میتونن رأی بدن. در همین هلند به صورت دائمی رفراندوم برگزار میشه و رفراندوم معمولا چند گزینه، یعنی بیشتر از 3-4-5 گزینه هستش. یعنی اساسا ما این بحث تکنیکی هستش، بحث به اصطلاح تخصصی هستش. اینکه رفراندوم نمیتونه گزینه های بیشتری داشته باشه، در همین برگزیت احتمالاً شما اطلاع دارید که بحثی بودش که بیان گزینه ها رو به جای آری یا نه این باشه که فرضاً ما گزینه خروج رو انتخاب میکنیم، ولی با مدل نروژ گزینه خروج رو انتخاب میکنیم یا با مدل سوئیس. و در مورد هر کدوم اینا مردم توضیح داده بشه. اینها بحث‌های مشخصی هست در حوزه علم سیاست که میشه بهش پرداخت. آقا من گفتم ببخشید. برای تغییر حکومت بفرمایید. حالا تا دوستان یه تنفسی بکنن من یه مطلبی رو بگم، شاید برای همه جالب باشه. از نظر تاریخی من میخوام خدمتتون عرض بکنم که من 2 تا مثال براتون میگم. یکی کشور آمریکا رو میخوام خدمتتون بگم، یکی کشور فرانسه هستش. اینها هر دو تقریبا قریب به هم یک انقلابی رو داشتن مثل ما. خب در سالهای 1700 خورده‌ای هم آمریکا هم فرانسه به اصطلاح انقلاب کردند و جمهوری برقرار کردند و بعد از اون یه قانون اساسی رو تهیه کردند. درست شد؟ و این آمار شاید برای خود من خیلی جالب بود، من مطمئنم برای شما هم شاید جالب باشه. تا به امروز از اون سال که حدود 230 خورده‌ای سال از عمر انقلاب هر دو تا این کشور میگذره، آمریکا تا به حال 27 بار قانون اساسیش رو عوض کرده و از این و فرانسه هم در جمهوری پنجمش به سر میبره. یعنی شاید دوستان اطلاع داشته باشن که در سال 1958 که شارل دو گل به اصطلاح رئیس جمهور شد، ارتش یک کودتایی رو کرد و مردم گفتن ما این جمهوری رو دیگه نمیخوایم، ما جمهوری دیگه ای رو میخوایم. و جالب اینو بهتون بدم که هر باری که این در واقع قانون اساسی تغییر کرده، قانون اساسی کاملا تغییر کرده، یعنی قبلی رو کاملا گذاشتن کنار و بنا به حال شرایط مردم قانون اساسی جدیدی رو آوردن. تازه باز جالبه که در بعد از اون در واقع 1958 که در جمهوری پنجم فرانسه ما به سر میبریم، مجدداً 24 بار این قانون اساسی اصلاح شده، چیزی که ما در کشورمون اتفاق نیفتاده. من برمیگردم به این که تا به حال ما در کشورمون ایران 3 تا رفراندوم داشتیم. یکی همون رفراندوم به اصطلاح موضوع صحبته که 12 فروردینه که سال 58 مردم برای آریانه به پای صندوق رای رفتن.
دومین رفراندوم در خصوص مسئله قانون اساسی بوده، همون سال آذر 58 دوستان شاید یادشون باشه که مردم پای صندوق رفتن و به قانون اساسی رأی مثبت دادن. منتها اینو باید خدمتتون بگم که در آخرین رفراندومی که مردم به پای صندوق رأی رفتن که چند ماه بعد از فوت آقای خمینی هستش، مرداد سال 1368، ماده واحدی رو، اصلی رو به قانون اساسی اضافه میکنن، اصل 177 در اون سال اضافه میشه که در واقع در خصوص مسئله اصل موجودیت نظام، اسلامی بودن، جمهوری بودن و اصل ولایت مطلقه فقیه دیگه نمیشه صحبتی کرد، در این خصوص نمیشه همه پرسی رو برقرار کرد. بنابراین ابتدا به ساکن ما باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که در ایران مسئله رفراندوم راهش بسته شده. از نظر قانونی اینطور به نظر میرسه که ما دیگه نمیتونیم همه پرسی در خصوص شکل و شکلیت در واقع کشور و روش حکومتداری اون برقرار بکنیم، که این خودش با نقدای خیلی متفاوت مواجه است، به خاطر اینکه به نظر من اولین اصل دموکراسی این هستش که حکومت و یک کشور بر اساس منطبق اکثریت یه جامعه اداره بشه، که این چیزی الان ما میبینیم که در گروه‌های خیلی متفاوتی هنوز خیلیا دم از این میزنن که ما میخوایم برگردیم مثلا مجددا نظام پادشاهی رو داشته باشیم، که این اتفاق هم اتفاقا در کشور فرانسه میفته دیگه. بعد از انقلاب کبیری که تازه انقلاب کبیر هست، ناپلئون دو مرتبه برمیگرده و دو مرتبه بنای امپراتوری رو بنا میکنه. پس مفید حال همه هست، نه به اون صورت رفراندوم سال 58 مسلما، ولی به صورت یه رفراندوم علمی تر، روبروستر، با کمک گرفتن از تمام افراد متخصص، با کمک گرفتن از تمام اپوزیسیون ها، مسائلی رو به رأی واقعا باید گذاشته بشه. به خاطر اینکه ما الان در جامعه ایران میبینیم که بحث یک قطبی، دو قطبی، سه قطبی، حتی از زمان انقلاب به این طرف جامعه هزار پاره شده، یعنی هیچ گروهی با هیچ گروه دیگه توافق فکری نداره. خب این انسجام نداشتن رو در دو تا راه امکان داره که یک کشوری بتونه حل و فصلش بکنه. یکی مسئله کودتای جنگی هست، یعنی اینکه ارتش یک کشوری کودتا بکنه و اون به اصطلاح حکومت رو براندازی بکنه و شرایط پدیداری یه شرایط جدیدی رو بیاره. راه دومش که راه صلح هست، یعنی در آرامش ما میتونیم این دفعه تصمیم بگیریم، راهی هستش که ما از طریق راه‌های دموکراسی اقدام بکنیم، بیایم و از طریق مسائل مثلا رفراندوم، ولی خب رفراندوم به صورت‌های مفیدتر، به صورتی که ما بتونیم ازش جوابای مفیدتری بگیریم. اولا ولی در ایران این راه بسته شده، یعنی نه فقط درسته که در چند مورد، اما هیچ رفراندوم دیگه‌ای در مورد دیگه‌ای هم ندیدیم. آقای روحانی مثلا پارسال این مسئله رو مطرح کرد که بیاین در برخی مسائل مثل FATF، مثل رابطه با آمریکا، رأی ببریم به رأی عمومی بگذاریم. درسته، همه پرسی، قانون همه پرسی رو ما در قانون اساسی داریم، در اصول، در مسائل مهم اجتماعی ما میتونیم درخواست همه پرسی بکنیم با دو سوم رأی نمایندگان و فرمان رهبری، یعنی به هر حال نوک هرم ما مجددا فرمان رهبری رو باید داشته باشیم که در مورد غیر از مسائل اصلی نظام ما بیایم یه رفراندومی رو برگزار بکنیم. منتها موضوعیت این موضوع، یعنی مسئله به اینجا فقط ختم نمیشه، مسئله فقط به مسائل ریز ختم نمیشه. ما میتونیم از اون شروع بکنیم، میتونیم از مسائل کوچیکتر شروع بکنیم، ببینیم اصلا جامعه ایران، التهابات درون جامعه اجازه انجام یک رفراندوم مجدد رو به ما میده، حالا تا بعد در سطح بالاترش برسیم به این که ببینیم اصلا شکل حکومت آیا میخواد عوض بشه، شکل حکومت میخواد عوض نشه. و دوستانی که مثال برگزیت رو میارن اتفاقا بسیار مثال خوبی هستش، برای اینکه مثال برگزیت یه مثال بارز رفراندوم اشتباهه. خب ما میتونیم این رفراندوم رو به سمت سوی بهتری پیش ببریم، به سمتی پیش ببریم که علمی تر باشه، از افراد بهتری استفاده بکنیم که نتایج بهتری بگیریم. آقای بردامی، به نظر شما رفراندوم درست یا غلط میتونیم داشته باشیم؟ و مسئله اساسی من یک نکته‌ای که میبینم که اینجا وجود داره در کل بحث هایی که در مورد رفراندوم هم هست، یک اشتباه تاریخی هست، اونم این که منطقی که بر جوامع پیشگام حاکمه، جوامعی که تحولات تدریجی رو در دل خودشون تجربه کردن بدون وجود این نیروی خارجی که به اینا تحمیل کنه، همجور خانم بنی هاشمی مثال میزنن، جامعه آمریکا و جامعه فرانسه تحولات خودجوش داشتن، تحولات فکری فلسفی داشتن که بعدن وجه سیاسی پیدا کرد، یعنی به انقلاب منجر شد و به تحولات بعدی،
ولی جامعه ایران و جوامعی مثل ما جوامع تأخیری هستن، جوامعی که با تأخیر وارد مدرنیته شدن. اینا میخوان نهادهای مدرن رو اقتباس کنن و فرصت این که این تجربه تاریخی رو به دست بیارن و جامعه اینو به تدریج از آن حس مالکیت نسبت به نهادهای جدید رو کسب کنه ندارن. بنابراین به سرعت کپی پیست میکنن، گرت برداری میکنن و عناصری از اون رو میگیرن. بعد مسئله رفراندوم همین مسئله رو ما میتونیم ببینیم که کاملا الگو رو دارن اقتباس میکنن و این شدنی نیست در ملکی. بله آقای ملکی، شما به تازگی یک نظرسنجی برگزار کردید در 40مین سالگرد همین رفراندوم. نتایج اون نظرسنجی چی بود؟ چی به دست آوردید از اون نظرسنجی؟ من یه نکته رو بگم قبل از اینکه اون بپردازم. بحثی که دقیقاً خانم بنی هاشمی هم دوستن بفرمودن، ما در دورانی بودیم که انقلاب ها انجام می شد، وقتی مردم از حکومت ها ناراضی بودند روش های دموکراتیک وجود نداشت. اون بحثی که در مورد انقلاب فرانسه یا انقلاب به اصطلاح آمریکا مطرحه، ما در دورانی که در قرن 21 زندگی می کنیم اساساً رفراندوم ها، انتخابات ها اومد برای اینکه ما دیگه انقلاب رو مجبور نشن مردم به انقلاب متوسل بشن. از این نظر هستش که با همه نقدهایی که میشه به انتخابات و رفراندوم داشت، اینها ابزارهای جدید هستند. یکی دیگه از ابزارها هم همین بحث نظرسنجی است. یعنی در اصل رفراندوم یک شکلی از نظرسنجی است که در اون سعی میشه نظر تمامی مردم رو پرسید. نظرسنجی رو میشه گفتش که شکلی از رفراندوم یا انتخابات هستش که سعی میکنید یک نمونه از مردم رو به اصطلاح انتخاب بکنید و اون رو تعمیم بدید به کل جامعه. میخوام بگم که از این منظر ما این ابزار مدرنیست برای اینکه ما انقلاب نشه. اگر یک ساختاری راه رفراندوم رو ببنده، چه به لحاظ قانونی در قانون اساسی چه به لحاظ عملی، نهایتا راه انقلاب رو باز میکنه. این در صورت ناگزیر هست. اما در مورد این بحثی هم که فرمودید، ما سعی کردیم که در 40مین سالگرد برگزاری رفراندوم از طریق یک نظرسنجی که به روشی هستش که به نوعی جدیدن داریم کار میکنیم روش به لحاظ علمی، که ما در کشورهای بسته نظرسنجی های کلاسیک که شما به نوعی با تلفن یا با رو در رو از مردم سوالات حساس رو بکنید هیچ وقت نتایج دقیقی نمیگیرید، چون مردم به لحاظ امنیتی احساس امنیت نمی کنن که به شما بگن که فرضاً جمهوری اسلامی رو آری یا خیر خواهند گفت یا نوعی. ما از طریق شبکه‌های اجتماعی، نفوذ اینترنتی در ایران بالا هست، سعی کردیم که در صد این کار انجام بدیم. این نظرسنجی 12 فروردین چند روز قبل بسته شده، مشغول تحلیل دیتا هستیم. خوشبختانه داده های بسیار خوبی به دست آوردیم، انتظار نداشتیم. بیش از 200,000 نفر شرکت کردن از تمامی استان ها، مشارکت بسیار خوب بوده و در حال تحلیل داده ها هستیم. با توجه به مشخصات جمعیت شناختی سعی میکنیم که کارها رو انجام بدیم که به نوعی نتیجه تا حد بسیار بالایی قابل تعمیم بشه به کل جمعیت ایران. اما اون چیزی که در اصل مشاهدات مشخصی هست این هستش که بخش بزرگی از ایران، یعنی اکثریتی که اکثریت به اصطلاح مطلق جامعه ایران به یک جمهوری اسلامی یک رفراندوم آزاد نخواهد گفت. و اتفاقا نکته جالب این هستش که این چیزی هستش که بخشی از فعالان اصلاح طلب، کسانی که در صدر وابسته به جریان اصلاح طلب هستن، هم اخیراً این رو گفتند. آقای زیبا کلام اخیراً گفتن که اگر در یک انتخابات آزاد امروز در ایران برگزار بشه، بیش از 70% مردم به جمهوری اسلامی نخواهند گفت. یعنی این یک حسی است که اینها از جامعه دارن و این در صورت نشون دهنده این هستش که این مسئله در جامعه وجود داره. بفهمید. این نکته اساسی در جامعه ایران وجود داره. من الان این الگو رو هم دوباره می‌بینم. اونم این که جامعه ایران میتونه به اجماع برسه در وجه سلبی، یعنی که چه چیزی رو نمیخواد. اینا دائما در تاریخ 200 سال اخیر ما می‌بینیم. مثلا استبداد شاهنشاهی رو نمی‌خواستیم و علیهش در انقلاب مشروطه انقلاب کردن. بعد استبداد دینی رو الان جامعه ایران نمی‌خواد. و در هر دوره ای این وجه سلبی حاکم میشه و جامعه به یک اجماع سوق پیدا میکنه. ولی شما میبینید الان در درون اپوزیسیون خارج از کشور دقیقا تضاد و تعارض جنگ داخلی وجود داره، همون اندازه که در درون جامعه ایران وجود داره. بنابراین این نظرسنجی ها و این روش های جدید برای جوامعی که چهارس به ثبات در بنیادهای جامعه رسیدن و مسئله سکولاریسم، نقش دین و مسائل دیگر رو حل کردن. وگرنه شما نظرسنجی ها شما جامعه ایران می‌بینید که به قول انگلیسی ها وایلدلی سویچ میکنه، یعنی دائما زیگزاگ میزنه بین دیدگاه های مختلف، بین حجاب و بی حجابی. بنابراین شما این نظرسنجی ها که بیایم با آمریکا آیا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، در یه مقطعی جامعه ایران ممکنه به شدت
آمریکا دوست بشه، در یه جامعه دیگه به شدت آمریکا ستیز بشه. بنابراین این چارچوب پایدار فراهم نمی‌کنه. ببخشید این ربطی به جامعه ایران نداره. آخه شما که همین الان خودتون در انگلیس نشستید که بعد اینو بگید. در برگزیت هم همین اتفاق افتاده. جامعه کاملا چرخیده، جامعه بسیار دموکراتیک، سالها دموکراسی در انگلیس بوده. این ربطی به جامعه ایران نداره. جامعه ایران که بیشتر هستن. مثلا این خانم محمدی هم اگه من بتونم نظرشون بشنوم. ببینید من فکر میکنم که سوال اصلی اینجا همش داره قربانی میشه. مسئله این نیست که رفراندوم در اساس خودش غلطه. مسئله اختلاف نظری هم که اینجا هست بر سر اینه که رفراندوم در کدوم امور و در چه برهه‌ای میتونه اثرگذار باشه. من حتی در مورد رابطه با آمریکا یا پیشنهادهایی که آقای روحانی برای رفراندوم داده بود هیچ مشکلی نمیبینم. اصلا مشکلی نیست که مردم نسل آتی مخالف آمریکا باشن یا موافق باشن. اینا مشکل نیست. اینا مسائل برای این که چرا؟ برای اینکه حکومتی که مجری این هست اگر به این برسه که چنین رفراندومی رو بگیره و صادق باشه که مثل رفراندوم جمهوری اسلامی که 98% بود اون رو برقرار بکنه، اون پاسخ رو جدی بگیره، خب نسلهای بعدی هم میتونن این کار بکنن. مسئله اینه که رفراندوم برای تغییر حکومت، نکته درستی رو گفتن آقای گوهر. ببینید همیشه میشه نگفت به جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که رفراندومی که آقای ملکی در ترتیب دادن با دوستانشون اصلا 98% 99% رأی خواهد آورد. من سوالم اینه چنین رفراندومی مجری رفراندوم تغییر حکومت مثلا اینکه خانم هاشمی آوردن درست نبود. ناپولئون نیومد رفراندوم کنه، اومد زد تو بساط جمهوری امپراتوری برقرار کرد. و این صحبت هایی که آقای ملکی میکنن در مورد اینکه زمان تغییر کردم کاملا درسته. ولی شما به جمهوری اسلامی میتونید ببینید، شما به جمهوری اسلامی میتونید فشار بیارید که قانون اساسی رو به رفراندوم بذاره. من حرفم دقیقا همین از آوردن مثال عذرخواهی میکنم. شما میخواید اون رو به رفراندوم بذارید که باشه یا نباشه، حیات و مماتشو قطعا تن نمیده. مردم میان هزینه اون درگیری رو بدن چون ما میخوایم رفراندوم برقرار کنیم. نه ببینید، بحث این هستش که بحث از آوردن مثال به اصطلاح ناپولئون این هستش که من میگم که به مسئله رفراندوم سال 1000 به اصطلاح اون سال 1358 به عنوان یک مسئله تابوی بزرگ نگاه نکنیم، به عنوان یک قداست نگاه نکنیم. به خاطر اینکه ما کلن چند نفری که اینجا هستیم یه عده خیلی زیادی هم هستن که به صورت یک چیز بسیار مقدس به اون مسئله نگاه میکنن. من حرفم این هستش که انقلاب ما در پیش بقیه کشورهایی که پیش از ما به اصطلاح انقلاب کردن تقریبا انقلاب جوونی، اونا چندین بار تغییرات داشتن و ما نباید از این تغییرات بترسیم. یعنی این تغییرات در جامعه های دیگه ای هم که انقلابات رو تجربه کردن پیش اومده. بنابراین حرف من از آوردن اون مثال این هستش که ابتدا به ساکن از این عوض شدن نباید ترسید و به سمت این تغییرات باید شتافت. به خاطر اینکه در زمان مثلا به طور مثال فرض کنید که سال 58 کسانی که پای صندوق رای رفتن در بهترین شرایط الان بالای 56 سال سن دارن، الان آدمایی هستن که نصف بیشتر عمرشون رو گذروندن. بنابراین این حتما مستلزم این نیست که تصمیمی که اونا در 40 سال پیش گرفتن برای منی که مثلا بعد از انقلاب به اصطلاح به دنیا اومدم این هنوز مورد قبول باشه. اصولا یه نظرسنجی، یعنی آمار نشون میده که فقط 15% اون افرادی که در این سال عوض میشن به خاطر اینکه بستر جامعه تغییر میکنه. این بستر تغییرات آدمهایی رو به اصطلاح نسل جدیدی رو به وجود میاره که نسل جدید چیزای بهتری فکر میکنن یا متفاوت فکر میکنن. و یه نکته دیگه ای هم که میخوام خدمتتون بگم این هستش که به هر حال جامعه ما الان اجتناب ناپذیره که باید یه تغییری توش اتفاق بیفته، به خاطر اینکه شرایط رو داریم میبینیم، شرایط نارضایتی همونجور که آقای ملکی هم اشاره کردن با رای گیری که کردن، این نشون میده که مردم یه تغییری رو میخوان. خب حالا این با بسته شدن راه رفراندوم که قانون اساسی عملا این کارو کرده و جمهوری اسلامی به اون سمت داره میره، راهی غیر از براندازی میمانه؟ بله نکته بسیار خوبی اشاره کردین. همونجور که ایشون هم اول صحبتشون به اصطلاح اشاره کردن و رابطه حکومت و مردم رو به عقد ازدواج به اصطلاح تشبیه کردن، من یه تشبیه شبیه ایشون میارم. من میگم رابطه مردم و حکومت شبیه یه رابطه قراردادی هستش. حالا درسته که یه قراردادی رو نمیشینن دو طرف امضا بکنن، ولی در حقیقت
حکومت یک وظیفه رو به عهده میگیره و مردم هم یه خواسته رو از حکومت دارن، درسته؟ ما در همین قانون اساسی رو که تازه خود جمهوری اسلامی ایران بعد از 3 تا رفراندوم هم به اصطلاح برقرار کرده، یه سری اصولی داره در همون قانون اساسی که این اصلا اجرا نشده. یعنی در حقیقت یک طرف میز که مردم هستن مطالبه شون کاملا وامونده. اصلهایی مثل اووردن این که مثلا دولت وظیفه اینو داره که از محیط زیست حفاظت بکنه، اصلهایی مثل این که شکنجه نباید بشه، اصلهایی مثل این که دادرسی عادلانه باید باشه، همه به اصطلاح محکومین باید حتما وکیل داشته باشن. ما میبینیم که در جای جای قانون اساسی ما اصلهای خیلی خوبی داریم، به خاطر اینکه در سال 58 آدمای تحصیل کرده، آدمای متخصص خیلی اومدن و اینا هم فکری کردن، قوانین رو از فرانسه گرفتن. چرا مثال فرانسه رو بردم؟ به خاطر اینکه ما خودمون گرته برداری از سیستم فرانسه کردیم. حالا اون سیستمی که ما خودمون اومدیم وامدارش هستیم الان در جمهوری پنجمش به سر میبره. بنابراین این فرمایش شما که میفرمایید که همه پرسی آیا امکان پذیره، یا اینکه با وجود اینکه اصل 177 راه همه پرسی رو بسته، بله به نظر من امکان پذیره، به خاطر اینکه رابطه قراردادی حکومت و مردم به خاطر اجرا نکردن خیلی از اصول اولیه از بین رفته. خب چطور امکان پذیر میشه؟ از طریق فشار داخلی یا فشار خارجی؟ منظورت اینه که با فشار به حکومت ممکن هست که اونا رو بتون قانع؟ راهش این هستش که یکی از راهاش اینه که مثلا رهبر طبق قانون اساسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، رهبر میتونه دستور یک همه پرسی رو بده که همچین اتفاقی اصلا نمیفته. ولی بر فرض مثال، یعنی من واقعا میخوام که آدمایی که دستن در کار این حسن این موضوع رو فکر کنن، حتی اگر رهبری رو ما برای آقای خامنه ای عمره هم بدونیم، یعنی به اندازه عمر ایشون هم رهبری بخواد ادامه پیدا کنه، بعد از ایشون قراره چه اتفاق واقعا بیفته؟ آیا بهتر نیستش که برای تمام این موضوعات ما زودتر تصمیم بگیریم؟ شاید برای اینکه بخوایم صحبت از شکل کلی نظام بکنیم، این یه دستاورد خیلی بزرگه که تو بخش اول صحبت هم اشاره کردم. ما دو تا راه داریم، یا در حکومت ها یا یه کودتای اتفاق میفته، یه براندازی، یه جنگی دو مرتبه اتفاق میفته، و طبق فرمایش ایشون که فرمایش بسیارم درستی هم، در انقلابات هیچ وقت نمیتونه عقل سلیم کاملا حاکم بشه، یه افرادی بر موج سوار میشن، تصمیمی رو میگیرن که ممکنه مورد پسند آحاد مردم نباشه. از مسائل کوچیک میتونیم شروع بکنیم، از مسائل ریستری میتونیم شروع کنیم، این رفراندوم و این دموکراسی رو در ایران تمرین کنیم تا به مسائل بالاتر برسیم. آقای ملکی، فکر میکنید راهی برای تمرین دموکراسی مونده در قالب جمهوری اسلامی یا نه؟ ببینیم که تمرین از سال 76 آغاز شد و در سال 98 که الان هستیم به شکست انجام میده. یعنی اینکه مردم عبور کردند از جمهوری اسلامی در اتفاقاتی که در دی 96 دیدیم، در حالی که چندین ماه قبلش مردم پای صندوق‌های رأی رفته بودن و بخش بزرگیشون با آقای روحانی رأی داده بودن، نه همه برای همین بودش که بشه از طریق این گام‌های کوچک کاری کرد. اما واقعیتش اینه که این قانون اساسی اگر یک سری حقوقی و یک سری بخش‌ها و بندهایی داره که در مورد حقوق مردم میگه، اما از اون ور بخش‌ها و بندهای بسیار قوی‌تری داره که با اونها میشه نقض کرد حقوق مردم رو. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی میتونه تعیین کننده این باشه که چه کسی در مسند قوه قضاییه بشینه و اون کسی که با مسند قوه قضاییه میشینه با این روالی که میدونیم قضاوت میکنه حقوق مردم نقض میشه. اینها همه چیزهایی هستش که سال‌ها در موردش بحث شده. مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی یک دعوایی که با مردم هم داره اینه که ادعای این رو داره که من هنوز مشروعیت دارم، و بارها هم هر وقت که میخواد به این مشروعیت ارجاع بده میگه فرضاً مردم فلان قدر در انتخابات شرکت کردن. این که دوستان میگن که رفراندوم یک نگاه سلبی داره و این مناسب نیست، اساساً هر حرکت اجتماعی از یک نشروع میشه و بعدش هستش که در مورد جایگزینش فکر میشه و تصمیم گرفته میشه. مسئله‌ای که الان هست این هستش که اگر جمهوری اسلامی ادعای این رو داره که مشروعیت داره و مردم میگن که تو مشروعیت نداری، این نهایتاً داوریش به شکل مسالمت‌آمیز از طریق یک چیزی مثل رفراندوم یا انتخابات آزاد انجام میشه. اگر اینکه جمهوری اسلامی بگه من مشروعیت ندارم و قائل به این هستم که بخش بزرگی از مردم من نمیخوان، اما من میخوام در حکومت بمونم، اون دیگه بحث دیگری است که اگر مکانیزم های قانونی رو ببنده و مکانیزم های گذار مسالمت آمیز رو مسدود بکنه، نهایتا انقلاب رخ خواهد داد. منظور اینجاست که بحثی که ما داریم اینه که رفراندوم بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی که بخش بزرگی از فعالان مدنی در داخل ایران هم پارسال به اون
به نوعی اون رو درخواست کردن و خانم ستوده اون یکی از شاخص‌ترین چهره‌هاش به خاطر یکی از اتهاماشون همین درخواست رفراندوم بود در زندان هستن امروز. اینها قائل به این هستن که اگر قرار گزار مسالمت‌آمیز صورت بگیره، راهش این هستش که شما تن به این رفراندوم آریانه بدهید. اگر غیر از این باشه، خب بله، مردم به نهایتاً رو به انقلاب میارن، روش‌های قهرآمیز میارن و این گزار انجام خواهد شد. این که ما هنوز بخوایم فکر کنیم که میشه کم کم و گام به گام از طریق قانونسازی کاری بکنیم، راهی هستش که ما 22 سال پیموده ایم. خانم محمدی، شما در برنامه‌ای که فکر می‌کنم سال پیش در همین زمینه همون نامه‌ای که آقای ملکی هم بهش اشاره کردن شرکت کرده بودیم با آقای مخمل باف اینجا و آقای مخمل باف از کسانی بودن که امضا کرده بودن اون نامه رو، درخواستشون این بود که سازمان ملل یک رفراندومی رو در ایران با نظارت سازمان ملل برگزار بشه. فکر می‌کنید امروز آیا نظر شما به نسبت یک سال پیش که فکر می‌کردید این راه درستی نیست، اصلا روش غلطه، تغییری کرده یا نه؟ من به عنوان بعد از 40 سال کار سیاسی یه چیزی رو فهمیدم، برنامه و ایده باید مجریش و نیروی عاملش مشخص باشه. وقتی دوستان صحبت از چیزای خیلی خوبی میکنن که هیچ نیروی اجرایی نداره بلکه یک نیروی سرکوب هم در مقابلش ایستاده، من حیرت میکنم. ما در اروپا میشینیم رفراندوم میزنیم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی هم با اینکه سازمان ملل بخواد در کشوری مثل ایران، کشوری به بزرگی و وسعت و جمعیت و قدرتی که ایران داره، هیئت حاکمه ایران داره، بیاد رفراندوم برگزار کنه، ببینید شما دارین از محالات صحبت میکنید، اما راه رو کسانی به مقصد رسوندن که پیوسته و آهسته رفتن. صحبت هایی که خانم مریم هوشنگ میکنن، همه اونها مواردی که میتونه شامل رفراندوم بشه. نه سازمان ملل رو میخواد که جمهوری اسلامی در مقابلش بایسته، تنها آگاهی بیشتر افکار عمومی و فشار افکار عمومی رو میخواد. مردم حاضرن هزینه یک مبارزات معین که کنار مرگ و زندگی نیست بدن. خب جمهوری اسلامی هم میتونه تن بده در یک شرایطی به این موارد، از FATF گرفته تا تغییرات در قانون اساسی، چون صحبتی که خانم کردن دقیقم هست، مسائلی در قانون اساسی ایران هست که خب کاملا به نفع مردم و به قول آقای موسوی محفور مونده و اجرا نمیشه. اما مسئله من و خواهش من اینه که اولا متمرکز بشیم رو این که رفراندوم برای تغییر حکومت کجای دنیا سابقه داشته که حکومت غیر دموکراتیک و سختی مثل جمهوری اسلامی به اون تن بده، در حالی که معتقدیم زمان انقلابات هم گذشته. و مجری این برگزاری رفراندوم کیه؟ اگه مشخص بشه، اون وقت میشه راجع به یک برنامه مدون تدقیق شده به قول آقای ملکی کارشناسی شده صحبت کرد، ولی در مورد آرزوهامون نمیتونیم سیاست کنیم. آقای گوهردانی، در مورد نارضایتی در جامعه ایران کسی شکی نداره، همونطور که آقای ملکی هم اشاره کردن اعتراضای دیماه سال گذشته نشون داد که چقدر سطح نارضایتی چقدر بالاست و خود حاکمیت هم شاید کم و بیش شوکه شد در این مورد. الان با بسته شدن راه‌هایی برای اعتراض‌های خیابانی و به این شکل، مردم چطور میتونن اگر میخوان نظرشون رو به حاکمیت بفهمونن و اون عقدی که بین اشاره کردین که وجود داره بین حاکمیت و مردم میخوان اون رو بشکنن، چطور میتونن این پیام رو به حاکمیت برسونن؟ من نگاهم اینه که شما از زبان مخاصمت آمیز، زبانی که توش تخاصم و تقابل هست، زبانی که یه سری انگهای رو میچسبونیم، مثل اینکه به نظر من جامعه ایران یکی از دموکراتیک ترین جوامع منطقه است با توجه به تحولات و خودجوشی در درون جامعه ایران رخ داده. جامعه ایران رو غیر دموکراتیک تلقی بکنیم یا استبدادی تلقی بکنیم، ما اصلا استبداد در تاریخ مدرن نداریم. استبداد واژه کاملا غلطیه برای جامعه ایران. یا ما ولایت فقیه رو مظهر استبداد تلقی می‌کنه. همه اینها تحولات خودجوش جامعه ایران رو نادیده می‌گیره. انگ‌ها و برچسب‌ها و لیبل‌هایی که به درد جامعه ایران نمی‌خوره. پس بحث اساسی این تغییر زبانه. زبان مفاهیمه رو ما حتی اگر انتخابات گذشته رو در نظر بگیریم، آقای روحانی که مثلا 16 14 14 بود، خب نسبت اپوزیسیون و اصولگراها و اصلاح طلبا، جامعه ایران تقسیم شده و بین این هم دائما نوسان صورت میگیره. یعنی اونایی که اپوزیسیون گاهی میپیوندن جمهوری اسلامی دوباره کنده میشن و برعکس اصولگراها گاهی میان به اصلاح طلبها و ثبات درش برقرار نیست. با
و اینکه ما به ثبات برسیم در هر کدوم از سوال‌های اساسی که باش مواجهیم، در رابطه با غرب، رابطه با روسیه و مشکلات حجاب و بانکداری و مسائل دیگه بنیادی، ولایت فقیه، اینا اگه ما نقدهایی داریم به ولایت فقیه، این نقدها رو باید منصفانه و محققانه مطرح کنیم که مشکلات ولایت فقیه چیه و چرا در جامعه ایران ما همیشه در حکومت قبلی هم بحث سلطنت و حکومت شاه مطرح بود. یه سری پترن الگوهایی هست که در جامعه ایران دائما تکرار میشه. ولی فکر نمی‌کنی خود نظام جمهوری اسلامی هست که بسته راه رو برای اینکه مردم نه من اصلا به این قالب من این به نظر من این سوالی که شما کردید خودش درش یه مشکلی وجود داره. اونم که نگاه سیاسی به سیاسته. ما باید نگاه غیر سیاسی به سیاست، نگاه فرهنگی فلسفی به سیاست. سیاست محصول ارادی افراد و گروه‌ها نیست که هر جوری که میخوان اونو شکل بدن. سیاست محصول تحولات خودجوش جامعه است. مثل تمام سنت‌ها و قراردادهایی که مثل ازدواج. ازدواج رو کسی بنا خانواده رو کسی بنا نکرده. سیاست و دولت هم همین جوریه. مشکل ما اینه که چون ما مشکل تأخیر داریم و میخوام الگوها رو از غرب اقتباس کنیم، این باعث میشه که چون ریشه دار نیست پا در هوا میشه و جامعه نمیدونه این قواعد رو چجوری بازی کنه. بعد وقتی که آزاد میشه شما رفراندوم هم ایجاد کنیم، مگه جمهوری اسلامی رفراندوم نکرد؟ 98% هم به رفش رای دادن، ولی فردای روز بعدش تمام اپوزیسیون ها شروع کردن مشروعیت جمهوری اسلامی از همون اول همه در انتظار سقوطش بودن. اجازه بدید وقت چندانی نداریم آقای ملکی، فکر میکنید میشه نگاه غیر سیاسی به سیاست داشت در این مورد یا نه؟ من متوجه منظور ایشون نمیشم دقیقاً، اما در هر صورت این بحثی که نقدی که به ولایت فقیه، ساختار جمهوری اسلامی، اینها انجام شده، بسیاری سال هاست که داره انجام میشه به شکل علمی، بحث سیاست زدگی نیست. اکثر کسانی که در داخل ایران و خارج ایران هستند و به نوعی نقد میکنن، اینها نقدهای مسالمت جویانه کردن. سالها پیش بحثا رو مطرح کردن که اگر جمهوری اسلامی اونها تن میداد به اینجا نمیرسیدیم. من گفتم ما یک دوره طولانی اصلاحات رو داشتیم، گفتمان اصلاحات بوده، نهایتا گفتمان اصلاحات متاسفانه به گفتمان استمرار رسیده و به دلیل همین شکستی که در مورد تغییرات گام به گام بوده. یقینا هیچ ملتی و هیچ کسی دوست نداره که یک ساختاری رو که میتونه با اصلاحات و به شکل گام به گام تغییر درش ایجاد بکنه رو بخواد فرو بپاشه یا به انقلاب برسه. هنوز هم به نوعی خواست گذار مسالمت آمیز در ایران بسیار خواست قوی تری است تا یک انقلاب خشونت آمیز و قهرآمیز. اما مسئله اینجاست که حکومت ها تعیین کننده این هستن که مردم نهایتاً با چه روشی بتونن به تغییر برسن. متاسفانه جمهوری اسلامی داره راهی رو میره که مردم رو به سمت یک روش قهرآمیز ببره. امیدواریم که تن به گزار مسالمت آمیز از طریق روش‌های دموکراتیک و انتخابات داده بشه تا اینکه ما به اون مسیر نرویم. خانم مریم، خیلی وقت کمی داریم اگه می‌خواید مطلبتون رو ببینین. غیر از این که حالا بحث‌های ممکنه یه وقت غیر مسالمت آمیز پیش بیاد، من امیدوارم که حلقه‌های نزدیک‌تر به آقای خامنه‌ای به اصطلاح مقداری بازبینی داشته باشن، حتی به این که مثلا ما برگردیم به قانون اساسی 1358، برای اینکه ما 10 سال بعد یه سری مثلا همین ولایت مطلقه امر رو آوردیم، تشخیص مصلحت نظام رو آوردیم، بحث اینو کردیم که رئیس جمهور دیگه به اصطلاح شخصی نیستش که بتونه بین قوا توازن برقرار کنه و اون شخص رهبر هستش. ما حتی اگر بتونیم این رو برگردیم به همون قانون اساسی که داشتیم، یعنی امور دموکراتیک توش بیشتر نمایان بشه، شانس اینو داریم که از موضوعات مثل این که مثلا شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام فرض کنید که مجددا با همدیگه ادغام بشن، یا اینکه این نظارت استصوابی رو از روی سر تمام قوانین برداریم و بریم به سمت این که واقعا نمایندگان مجلس تصمیم گیرنده آحاد آرای مردم باشن. ممنونم از همه شما عزیزان، ببخشید وقت بیشتری نداریم. خانم ملیحه محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین با ما، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند در استودیو، بگاه بنی هاشمی، حقوقدان، و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه سیاسی و اقتصادی. ممنون که با این صفحه 2 همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما @bbcpersian. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون هم جستجو کنید کلمه صفحه 2 رو و مشترک پادکست برنامه هم بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس خواهد بود. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.